درود و حرمت به شما خوبان نخبگان، هارون مجیدی هستم و پس از این در سلسله پادکست های نخبگان راجع به مردم افغانستان و آزادی مردم افغانستان گفتگو میکنیم. در این نوبت پای صحبت های کاوه آهنگر نشسته ایم. دعوت میکنم تا شنونده پادکست نخبگان باشید. جناب کاوه آهنگر، پژوهشگر حوزه تاریخ و فرهنگ افغانستان، بسیار زود تشکر از این که در این نوبت از سلسله پادکست های نخبگان بر ما فرصت میگذارین. جناب آهنگر، میخواستیم که در آغاز این صحبت ها از شما راجع به چرایی مقاومت بدانیم. وقتی دولت افغانستان نظام پیشین به دست گروه طالبان تسلیم داده شد، ما گواه دوباره فعالیت جبهه مقاومت بودیم و بار دیگه هم در ادبیات سیاسی و نظامی افغانستان بحث مقاومت مطرح شد. میشه که در آغاز شما راجع به چیستی مقاومت بگوین؟ مقاومت چی است و چرا در برابر گروهی به نام طالبان مقاومت صورت بگیره؟ تشکر جناب مجیدی صاحب، با سپاس از شما به خاطر در بنده داری سلسله پادکست هایتان خدمت شما عرض کنم که شما ببینید، مقاومت در افغانستان من حیث یک جریان سیاسی اصولا 2 سال قبل از سقوط افغانستان در حال شکل گرفتن بود، آغاز شده بود و او زمانی بود که رهبر جبهه مقاومت ملی کشور جناب محترم احمد مسعود پس از ختم دوره تحصیلات خیش از خارج به کشور برگشتند و طی چندین همایش بزرگ مردمی اعلان کردند، همان گونه که ازشان انتظار می‌رفت، حیث فرزند قهرمان ملی و من حیث کسی که مردم توقع داشتند که و دارند که راه و خط فکری پدر بزرگوارشان را خالصانه تعقیب کنه، آمدند به کشور و اعلان کردند که قرار است سلسله فعالیت های سیاسی را آغاز کنند. اما متاسفانه روند حوادث طور شکل گرفت که مجال بیشتر برای فعالیت سیاسی، برای مبارزه سیاسی به ایشان داده نشد و او به دلیل سقوط افغانستان بود و اینکه افغانستان نه تنها سقوط بلکه توسط رژیم قبلی، سردمداران رژیم قبلی و گروه طالبان در همدستی با حامیان خارجیشان تسلیم داده شد و جریان تازه تأسیس یافته که محترم احمد مسعود در رأس او قرار داشت در یک گرهگاه تاریخی، در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفت و مجبور بود که 2 تا انتخاب کنه، یا بره راه مقاومت و مبارزه با روندی که تحمیل شده بر مردم افغانستان بر بگزینه، و یا ای که بره با دشمن سازش کنه و به نام مثلا حکومت ائتلافی و این و آن به نحوی در دستگاه اداری دشمن داخل شوا و بدین ترتیب حل گرد در جریان امی درون امی حوادث و امی جریاناتی که بر افغانستان مربوط اتفاق بفتن. خوشبختانه جناب احمد مسعود و یاران و همسنگرانشان راه نخست را برگزیدن، راه مبارزه و مقاومت را، و بدین گونه بود که مقاومت ملی در برابر اشغال طالبان و طالبانیز ساختن افغانستان شکل گرفت. بله. در باب چیستی مقاومت خدمت شما عرض کنم که ما البته یک مقدمه کوتاهی را در این زمین عرض میکنم، بعدا به یک تفاوت بزرگی که در بین تمام جریان‌های مخالف طالبان وجود داره که احتمالاً همین تفاوت هم سبب شده که جریان ها با هم نتونن یک جبهه واحد را تشکیل بدن اشاره خواهم کرد. و اما چیستی مقاومت؟ به نظر من جناب مجیدی صاحب، مقاومت جریانی است برخواسته از بستر فرهنگ و تاریخ کهن سرزمین ما. مقاومت آنچه که امروز ما به نام مقاومت میشناسیم یک دایره ملی و بزرگ تاریخی فرهنگی برای حفظ هویت سرزمین بر تمام طول تاریخ بودن.
یعنی این مقاومت با آن که واژه مقاومت به گونه رسمی در دوران مقاومت اول که بین سالهای 1996 تا 2001 را در بر می گرفت وارد ادبیات سیاسی افغانستان گردید که اولین بار عامر صاحب شهید این واژه را به کار بردن در سخنرانی که داشتن در میان مردم در پنجشنبه و گفتن که من اگر به اندازه هم جا در افغانستان برم باقی بمانم مقاومت میکنم، یعنی عمر این واژه در ادبیات سیاسی ما به امو سالها مقاومت اول برمیگرده، اما مفهوم این واژه، اما مبارزه مقاومتگرانه مردم افغانستان برای حفظ هویتشان، برای حفظ ارزشهای فرهنگی و تاریخیشان ریشه در درازنای تاریخی نمی سرزمین داره. هر قدر که ما تاریخی سرزمین به عقب بتانیم ببریم، تا 1000 سال، تا 2000 سال، تا هر قدر که ببریم، ما و شما رگه ها و نشانه های از نهضت های مقاومت ملی در این سرزمین در برابر بیگانگان و در برابر کسانی که در صدد نابودی ارزش های فرهنگی و تاریخی سرزمین بودن خواهیم بود. بنابراین از نظر بنده مقاومت جریانی است، مقاومت مبارزه ای است که برخواسته از بستر تاریخ و فرهنگ کهن سرزمین ماست و ریشه در این تاریخ کهن سرزمین ما داره و هویتی از این یعنی هویت فرهنگی کشور ما، سرزمین ما می سازم. ما می خواهیم بر شما یک مثال بتم از دوران حاکمیت نازی ها یا فاشست ها بر اروپا و شباهتی که اونا با اینمی وضعیت فعلی افغانستان و همی گروه موسوم به طالبان دارن. در زمانی که نازی ها ظهور کردن در اروپا سالهای دهه 20 قرن 20، بعدن حدود یک دهه طول کشیدن تا دهه 30 میلادی قرن 20، اینا به اوج اقتدار خود رسیدن، تانستن حکومت و نظام سیاسی را در آلمان از آن خود کنن، یعنی قدرت دولتی را به دست گرفتن. یکی از خصوصیاتی که نازی ها داشتن این بود که اینا با تمام مظاهر فرهنگی، ارزش های معنوی و اخلاقی که اروپا از دوران یونان باستان، از دوران روم باستان و همچنان از دوران مسیحیت، یعنی تمام سنن مسیحی، اینا مخالف بودن. هر نوع مظاهر یا هر نوع ارزشی را که در او می دیدن که نشانه از اونمو ارزش های مدنی و فرهنگی اروپایی دوران یونان باستان، چه روم و چه دوران مسیحیت است، در صدد مخالفت و نابودی با او می برآمدند، به دلیل از اینکه اینا خود می خواستند چیزهای جدیدی را، ارزشهای جدیدی را یا ضد ارزشهای جدیدی را جایگزین اونا کنند، چون در غیر ازو، یعنی در صورت موجودیت و ارزشهای اصیل اروپایی، دیگه موجودیت نازی ها مفهومی نداشت. اینا نمی تانستند که اونمو به اصطلاح اروپا را به جامعه نازی شده تبدیل کنند. بنابراین ما اینمی شباهت در طالبان در شرایط فعلی در افغانستان میبینیم. طالبان به صورت مشخص مخالف تمام ارزش‌های فرهنگی، معنوی و اخلاقی ما قبل اسلام ما و شما هستند. در این شک نیست، به وضوع و به صراحت همگی میدانند، میفهمند، خودشانم بیان میکنند، ولو که ارزش‌ها مثلا گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک باشه که هیچ به اصطلاح مغایرتی با تعالیم دین و بین اسلام ندارند. و اما در ارزش های اسلامی هم طالبا مثلا مخالف تمام روش ها و ارزش های عرفان اسلامی خراسانی هستند که تنها یکی از جنبه های خیلی انسانی و برجسته دین مبین اسلام است، بلکه برخواسته از یک عرفان خراسانی اونمو به اصطلاح برداشت از اسلام است که مردم خراسان با توجه به اون زمینه و بستر فرهنگی که داشتن این عرضه کردن، این به اصطلاح تعبیر و تفسیر از اسلام عرضه کردن
چیزی است که مال ما شمرده میشه. اینا ما در قسمت به وجود آوردن ایسو نقش فعال داشتیم. مردم این کشور متفکرینی چون حضرت مولانا و متفکرین و افیان دیگر به بی ترتیب آنها تمام برداشت ها و تعبیرهای فقاهتی از اسلام که غیر آنچه که خودشان در اون مدرسه ها به اصطلاح کهنه و فکسوده شده پاکستان فرا گرفتن هستند. به همین ترتیب ما با موارد خیلی به اصطلاح برجسته رو میبینیم که اینا گفتار و عمل کرده طالب در مقابل با سخنان و فتواهای امام اعظم صاحب امام ابو حنیفه قرار داره. که البته این بحث تخصصی فقاهتی است که ما وارد از این نمیشم، فقط بخوایم اشاره کنم به این مسئله. دوستان و پژوهشگران عرصه فقه و دین در این قسمت به خوبی مطلب را ادا کردن. بنابراین مقاومت در برابر چنین یک پدیده جریان داره و هدف ایسی دفاع از اون ارزش های اساسی که ما را من حیث انسان در اینمی تمدن امروز بشری یک جایگاه بر ما قائل شده. طالبان در صدد نابودی اینمی جایگاه هستند، طالبان در صدد از بین بردن اینمی جایگاه، از راه نابودی و از بین بردن ارزش های هستند که هویت ما را میسازند. بله جناب آهنگر صاحب، شما در سلسله صحبت هایتان از هویت فرهنگی سرزمین صحبت کردین و فشرده در یک بخش برای یک بخش از این هویت هم شما اشاره کردین. یک بخش از کارهای شما که پژوهش در عرصه تاریخ بوده و در سالهای گذشته در این حوزه شما یادداشت‌های فراوانی داشتین و مطالب فراوانی در این زمینه نوشته کردین، اگر برای شنونده های پادکست ما خلاصه از ویژگی های امی هویت فرهنگی را که شما میگین شما روار یک چند نمونه از این ویژگی هایش برای ما بگوین چی خواهد بود؟ تشکر مهدی صاحب گرامی، سوال خیلی جالبتان. شما ببینین ما در مجموع هم در دوران قبل از اسلام و هم در دوران پس از اسلام اما محور اصلی ارزش های فرهنگی ما و شما رو مبارزه یا تضاد میان نیروهای خیر و شر می سازن. خب برای شما اندکی مسئله رو توضیح می دم. البته در اطراف اینمی اصل مرکزی یا محوری ارزش های فراوان دیگری هم شکل گرفته که شاید من بتونم به برخی از آنها بپردازم، اما با پرداختن به امو محور اصلی من مطمئن هستم که شنوندگان فرهنگی پادکست های شما دقیقا منظور مرا در میابند و خود میتونن راه به ارزش های بعد شاید. ما در دوران قبل از اسلام چه در زمانی که مثلا آیین زردشت در این سرزمین رنگ و رونق داشت و چه پس از آن زمانی که مثلا آیین بودایی و در مذاهب رواج دادن، یعنی تا قبل از اینکه اسلام وارد سرزمین ما شود، در دستگاه فکر و باورهای مردمان سرزمین ما همیشه شاهد مبارزه خیر و شر، زشت با خوبی و بد کردیم. این مبارزه خیر شر زشت با خوبی و بدی گاه در شکل تضاد میان اهورا و اهریمن بودین شدن، گاه در شکل تضاد میان نیروهای طبیعت. مثلا ما در اوستا ببینیم که گونه اقوام قدیم آریایی از زمستانهای سرد و روزهای بدون گرما و نور و روشنایی خورشید شکوا و شکایت دارن و این هم را آقل این همه را اهریمن می دانن. می گن اهریمن بر ما مثلا زمستان سرد و طولانی و تاریک تحمیل کرد، وقتی که مثلا دوباره خورشید می تابد، دوباره مثلا بهار می شه و زمستان بار خدا بسته می کند و می ره، دوباره ایره اینا تحمیل می کنن و پیروزی اهورا یا پیروزی نور روشنایی و خوبی بدی. یعنی در اینجا ما اینمی محور به اسلام و ارزش های فرهنگی و یا باورهای فرهنگی و دینی مردمان سرزمین ما اینمی مبارزه خیر و شر، مبارزه میان خیر و شر، تضاد میان خیر و شر تشکیل میداد.
در دوران پس از اسلام با وجود به اینکه کشور ما و شما افغانستان برخلاف تمام کشورهایی که مثلا در خاورمیانه قرار داشته، البته با استثنای عراق صاحب مدنیت خیلی باستانی بابلی است، با کشورهای شمال افریقا و شمول مصر با توجه به همون مدنیت بزرگی که داشت، سرزمین ما توانست برخی ارزش‌های فرهنگی خود که مربوط به دوران قبل از اسلام بود با باورهای اسلامی خود آشتی بده، وفق بده. مثلا نوروز یکی از این نمونه های دینی آشتی و صلح میان ارزش های قبل از اسلام و بعد از اسلام ماست. بنابراین وقتی که اسلام بری سرزمین مردم، درست است مسلمان شدن، دین اسلام با تمام اصول و فروعش پذیرفتن، اما خود در صدد به خاطر فهم بهتر دین، به خاطر به اصطلاح بومی ساختن یعنی با ارزش های دینی، در صدد تعبیر و تفسیر و خانش و به اصطلاح قرائت های متفاوت از دین برآمدند. برای همین است که ما مثلا بزرگترین مفسر قرآن شریف را در سرزمین ما داریم که امام فخر رازی است. برای همین است که من خدمت شما عرض کردم که نخستین بار مکتب عرفان اسلامی در خراسان در همین بلخ ما و شما شکل می‌گیرد. اینمی ارزش ها، اینمی به اصطلاح برداشت هایی که از دین صورت می‌گیره در خطه خراسان یک مقدار تحت تأثیر ارزش ها و به اصطلاح باورهای قبل از اسلام هم بودند. از آن اینمی مبارزه خیر و شر، ما در ارزش های ما در افکار و اندیشه های متصوفین متفکرین این اسلامی ما میبینیم که نبرد میان نیروهای خیر و شر یکی از به اصطلاح مفاهیم اساسی اندیشه های اونا را تشکیل میده. اما این نبرد فقط یک تغییر، یک تفاوتی که در اینجا آمده ای است که در باورهای قبل از اسلام ما این نبرد در تمام به اصطلاح هستی جریان داشت، اما در پس از اسلام این نبرد خلاصه میشه به انسان. ای در فطرت انسان، در وجود انسان است که نبرد وجود داره. و به همون خاطر است که مثلا حضرت مولانا می ساعت گرگی در آید در بشر، ساعت یوسف رخی همچون قمر. یعنی گاه انسان مثل گرگ است، گاه مثل یوسف رخ همچون قمر است. بنابراین ارزش اصلی این نبرد خیر و شر است که این نبرد خیر و شر برگرفته شده یا برخواسته از اونمو نبرد دائمی مردمان بومی سرزمین ما در برابر نیروهای طبیعت که اینا را همیشه تهدید میکرد، در برابر تجاوز بیگانگان که از ذات سرزمین هایشان همیشه بر اینا تاخت و تاس میکردن و اینا ناگزیر بودن در برابر از اونا و مبارزه و مقاومت بپردازن، و در مسیر اینمی مبارزه و مقاومت اینمی اندیشه نبرد خیر و شر شکل گرفت. در کنار ازی ده‌ها بلکه صدها ارزش اخلاقی معنوی دیگری شکل گرفته است که خب پرداختن به اونا بحث جداگانه میخواد. بله بگمان جناب آهنگر، ما بعد از اینکه در تاریخ 30 سال اخیر افغانستان، بعد از اینکه طالبا در دور اول به میان آمدن و مطرح شدن، گواه هستیم که جبهه مقاومت ملی شکل میگیره و بعد از اون، بعد از اینکه طالبا حکومت به دست طالبا تسلیم داده شد و تاریخچه شکل گیری جبهه دور دوم مقاومت که شما در آغاز صحبتایتون به او اشاره کردین، ولی پیوسته سوالی که مطرح میشه همیست که این دو تا جبهه یا یک جبهه در دو دوره بازی زمانی از هم چه تفاوت هایی دارن؟ تفاوت ها خیلی زیاد است جناب مجیدی صاحب. نخست یک چیز خدمت شما عرض کنم که در دوران مقاومت اول و قبل از، یعنی در دوران 4 سال و چند ماه یا حدود نزدیک به 5 سال حکومت مجاهدین، آمدهای همیشه به پنجشیر و سایر مناطقی که اصطلاح مناطق اصلی حوزه مقاومت محسوب میشن، من حیث پایگاه های استراتژیک و دائمی خود نگاه میکرد. برای همی بود که هرگز در قسمت مثلا ایجاد
ساز و کارهای نظامی در این مناطق، ایجاد مثلا ساختارهای دفاعی در این مناطق، تقویت نیروهای نظامی مناطق و حتی به اصطلاح ذخیره سلاح و مهمات در امو دیپوها و ذخیره‌گاه های استراتژیکی که از زمان جهاد ایجاد کرده بود کوتاهی نکرد. من به خاطر میارم که یک زمانی در دوران حکومت مجاهدین، شاید مثلا یک سال یا دو سال قبل از سقوط حکومت مجاهدین، یک قسمت زیادی از مواد و تجهیزات نظامی که در کابل قابلیت استفاده نداشت، در کابل در اونمو برسلان نبردهایی که جریان داشت یا همون نیروهای کابل بودن به اونا نیاز وجود نداشت، این تجهیزات به صورت منظم آرسای به پنچه منتقل میکرد. حتی خودم یادم است که یک روز ما مثلا خودم در امو بخش کار میکردیم، ما مثلا دو تا موتر بسیار لاری کلانی را زمین با 16-20 کلان ماسک زده گاز زده می سلاح‌های شیمیایی بار کردیم و این طرف پنچه رفت که با تا با خود میفتیم که عمر سوال دیگه هیچ چیز نمانده که این ماسک میبره هیچی به درد میخوره دا پنچه را پنچه دیگه جنگ خلاص شد روز هم رفت کسی هم جا هم نمیکنه که به علای شیمیایی هم نکنه یا مثلا به این ماسک ها نیاسه. اما دید عمر سوال یک دید استراتژیک بود، بنابراین یکی خود پنچه در دوران مقاومت اول از هر لحاظ آمادگی به سا پیش بردن که جنگ طولانی مدت را داشت، داشت، مهمات داشت، تجهیزات داشت، ساختارهای دفاعی ازی کم و بیش وجود داشت. یک مورد یک تفاوت که متاسفانه در مقاومت دوم اینمی آمادگی ها و یا اینمی امکانات در پنچه بس رسیده بود. اما همه که دوستا در تندین صحبت ها و اینا بعضی از فرماندهان مقاومت اظهار کردند که پنچه در روزی که طالبان افغانستان را گرفتن یک دره توریزی بود، چه یک دره بود که برای توریزم ساخته شده بود، تغییر شکل یافته بود دیگه، اون دره نظامی شکست پذیری که به اصطلاح آواز به جهان پیچیده بود دیگه اون دره نبود، یک دره توریستی بود، مردم اونجا میرفت تفریح میکردند و میآمدند و این تمام گپ نمی بود. و تمام ما شاهد هستیم که تمام سلاح و امکاناتی که در طول اون سالها عمر صاحب در پنچر ذخیره کرده بود در طی 20 سال حکومت جمهوریت تحت عناوین مختلف از پنچر بیرون کشید شد، برخی از اونها نابود شد، برخی شد بر دولت وزارت دفاع تسلیم داده شد، اما به هر حال پنچر دیگه برخوردار از اون امکانات نظامی نبود. یک تفاوت بزرگ. تفاوت بزرگ دومی بود که در او دوران حکومت پروفسور استاد برهان الدین ربانی استاد شهید من حیث دولت رسمی افغانستان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده بود. افغانستان هنوز هم کرسی ملل متحد دولت افغانستان در اختیار داشت. سفارتخانه ها در بجز از چند کشور پاکستان و عربستان که همسو با طالبان بودند، در تمام کشورها در اختیار دولت بود. پول افغانستان قادر بود که پول چاپ کنه و یک کمک بزرگی بود برای تمویل جهاد. و به همین ترتیب مثلا حضور در سازمان و کنفرانس کشور اسلامی و که بعد البته او باز به طالبان داده شد به اثر اصرار و پافشاری پاکستان و یک تعداد کشورهای دیگه، به هر حال یک دولت مشروع در اختیار جبهه بود، یعنی جبهه مقاومت در حقیقت ما جبهه مقاومت میگیم، اما اصولا این دولت افغانستان بود که بر ملحوظات محدود در یک گوشه از خاک کشور به اصطلاح تابع حاکمیتش محدود، اما مشروعیت بین المللی برخوردار بود. متاسفانه در مقاومت دوم با توجه به اینکه با وجود از اینکه در این مقاومت مردم افغانستان، مردم دنیا، حتی مردم کشورها بسیار پاکستان مثلا همسو هستند با ما و شما، اما ما هیچ نمایندگی خارجی نداریم. سفارتخانه های افغانستان من حیث نهادهای دیپلماتیک اصلا دولت ندارن، معلوم نیست اینا دولت یکی از اینا بایدالا هما کنه کی است و فعالیت خود ادامه میتن که بازم خدا خیرشان بده، چون حداقل برخی از مشکلات مهاجرین افغانستانی رو در کشورهایی که اینا حضور دارن حل میکنن. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به همین ترتیب با وجود از اینکه به دست طالبان و به طالبان سپرده نشده، اما خب پرواز معلوم نیست که نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل این به کی گزارش میده،
هدایت میگیره، دولت فیزیکی اصلا وجود نداره و خود جبهه مقاومت ملی هم تا حد هیچ کشوری به شکل رسمی حاضر نشده که جبهه مقاومت ملی اجازه باز کردن یک نمایندگی یا یک دفتر سیاسی یا مثلا حداقل فرهنگی را بده، سیاسی را بالا تا برای فعالیت های فرهنگی هم اجازه ندارن. خب البته در این بین یک سلسله فعالیت های فراوان دیگه هم وجود داره، مثلا پروگندگی قوات هایی که در ایران مقام دو وجود آمد، در بیار قوات های ارتش افغانستان در مقاومت اول نبود، ما شاهد هستیم کامر با بسیار درایت و مدیریت خوب توانست تمام نیروها خود بدون از اینکه ضربه ببینه، بدون از اینکه پروگنده شوند، از کابل و مناطق دیگه بیرون بکنه و به منطق به اصطلاح قرارگاه اصلی در شمال شرق افغانستان انتقال بده. و همینطور موجودیت رهبران سایر جریان‌های سیاسی در داخل افغانستان مثل جنبش ملی اسلامی، مثل حزب وحدت اسلامی، موجودیت مثلا جناب آقای محقق در یکاولنگ و مثلا فرماندهان از جنبش ملی اسلامی در مناطق یا در شهرستان‌هایی است وقت دوزیان و سرپال و فاریاب اینجا، اینا حتی موجودیت گروه های خیلی فعال و مؤثر از وطنداران پشتون موجود در مناطق جنوب غرب افغانستان و در شرق افغانستان از ممزه های بودن که مقامت اول برخوردار بود که متاسفانه مقامت دوم از این ممزه ها برخوردار نیست. بنابراین در مجموع تفاوت ها را ما و شما دیدیم، اما به اصطلاح نکات اساسی تفاوت های اساسی خیلی برجسته هستند، حتی چیزهایی هستند که مثلا در اون مقاومت ما در یک درصد بالا قرار داشتیم که در این مقاومت او درصد کاملا صفر است. ما فکر میکنم اما این تفاوت ها بین مقاومت اول و مقاومت دوم اما در این بیان یک نکته، یک تفاوتی که به نفع مقاومت دوم ای است که در او دوران حداقل بخشی مردم افغانستان به دلیل از اینکه از جنگ های چندین ساله در میان گروه های مجاهدین خیلی خسته شده بودن و تا حالا من حیث یک جریانی که احتمالا سال میارن کشور آرامش میارن و در مرتبه این سال آرامش رشد بودی و این مسئله دیگه اتفاق خواهد افتاد، زندگی بهبود پیدا خواهد کرد، این باور موجود بود. این بار ما مردم ماهیت طالب ها را به صورت بسیار دقیق شناختن، می فهمند که اینا اونمو گروه فاشست فاتی مزدور بیگانه هستن که فقط و فقط به خاطر تامین منافع بیگانگان در افغانستان فعالیت میکنند و هیچ پروایی هم به وضعیت زندگی مردم کشور ندارد. اینی یک تفاوت است، اینی آگاهی که در ایجاد شده یکی از برجستگی های مقاومت دوم است که مقاومت اول حداقل در یکی دو سال اول قرار وجود داشت، در سالها بعد بله مردم کاملا ماهیت ما درک کرده بودند و میفهمیدند که طالبان دیگه اون مردمی نیستن که ادعا میکردن که سال و اینا رو میاریم، اما در سال اول حداقل در سال دوم مردم هنوز هم به این فکر بودن و این خیلی کار عمر صاحب را در سیج نیروهای سیاسی و نظامی افغانستان برابر طالبان دشوار ساخته بود. ما شاهد هستیم که تا کسانی بودن در داخل خود پنجشیر که حاضر بودن دیگه یا به طالب تسلیم شدن یا ترک کنن افغانستان را برن ایران زندگی و روزگار خود کنن و کار تمام یافته میپنداشتن. به خاطر همین بود که عمر سخنرانی معروف خود را ایراد کرد و قول قبلا از ایشون نقل کردم که گفت برام مگر جا برای من در این سرزمین با مقاومت میکنم، معنای حرف همی بود که در روز بوکر عامر صاحب تنها بود و به اصطلاح خودش بود که باید مردم را بسیج میکرد، مردم را انگیزه میداد، مردم در اون موقت مقاومت رهبری میکرد. این بار خوشبختانه اینی مسئله به صورت به خود وجود داره و مردم حاضر هستن به اینی کار، فقط نیاز به میسته که رهبری شوند، امکاناتی باشه، البته که بدون امکانات نمیشه و اینا تاب و سرحد ایثار و فداکاری حاضر به رفتن در مسیر مقاومت هستن. بله جناب آهنگر، جبهه مقاومت در دور دومش مشروعیت مبارزات خودش به لحاظ داخلی و به لحاظ جهانی به ویژه در بخش نظامی از کجا میگیره و انتقادی که تا امروز هم به جبهه مقاومت ملی و مسئولانش مطرح میشه است که تا
هنوز چرا نتونستن حداقل جلب حمایت یکی یا چند از کشورها را به نفع جبهه مقاومت جلب کنند؟ من فکر میکنم که مشروعیت مبارزه جبهه مقاومت، حالی مبارزه سیاسی باشه یا نظامی، از اونمو بستری گرفت میشه که من در آغاز صحبت ها خدمت شما عرض کردم. افغانستان یک کشور داره یک سابقه خیلی غنی و قدیمی تمدنی و فرهنگی، و هر کشور تاکید کنم مردم هر کشور حق دارند که از ارزش های هویتی مدنی و فرهنگی آنها را تشکیل میدهد دفاع کنند. ما میبینیم که در پس از اینمی تنش ها و کشمکش های که در دنیا ما قرار داره، یا مثلا در تاریخ خوانده بحث ارزش ها بحث اصلی بوده، مثلا کشور دیگه، مثلا چرا یک مثال به شما میدم، آمریکا چرا به خود جاته که مثلا در هر گوشه دنیا در هر نقطه دنیا بره مداخله کنه، مداخله سیاسی نظامی. خب گاهی اینمی مداخله سیاسی نظامی به بهانه مثلا دفاع از امنیت ملی امریکاست، چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد که مثلا از افغانستان القاعده استفاده کرد، عملات روسی را داخل خاک امریکا کرد و در نتیجه امریکا آمد به خاطر اونمو حفاظت از امنیت ملی خود آمد در افغانستان حمله کرد، یا هم به خاطر به اصطلاح صدور یا تعمیم برخی ارزش های است که اینا فکر میکنن اما ارزش های جهان شمول و ارزش های انسانی در عبارات و اصطلاحات چون حقوق بشر و دموکراسی و همسان خلاص میسازندش. بنابراین من فکر میکنم که در عزیز مقاومت حق داره، مردم افغانستان حق دارن که از اونمو خویت خود، از فرهنگ خود، از تاریخ خود دفاع کنن، پاسداری کنن، و این پاسداری و دفاع البته اشکالش فرق میکنن. ما اگر با یک نیروی مهاجم مدنی، با یک نیروی مهاجمی که با منطق، با دلیل، با استدلال بتانه کنار بیایه مواجه میبوده، بدون شک ما هم همین را برمیگذیدیم و این را برای ما به مراتب ساده و آسان‌تر بود تا اینکه ما مثلا بریم بسیج نیروها را انجام بدهیم و جنگ سر و سامان بدهیم. اما متاسفانه طالبان گروهی هستند که به هیچ وجه به منطق، به دلیل، به استدلال تنده نیستند. بنابراین تنها راهی که باقی مانده برای به اصطلاح مواجهه با این گروه همان مبارزه نظامی است. از جانب در سطح بین المللی یا در بعد خارجی قضیه، ما میفهمیم که جبهه مقاومت ملی همان گونه که دو سه روز قبل جناب احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در سخنرانی آنلاینی که به اجلاس کوپنهاگن برای دموکراسی داشتن اظهار کردن، جبهه مقاومت ملی تنها جریان سیاسی بازمانده در افغانستان است که هنوز هم از ارزش‌های مانند حقوق بشر، دموکراسی و آزادی دفاع میکنه. شما برین برای من نشان بدید که یک جریان دیگه هم در افغانستان وجود داشته باشه که عملا به خاطر این ارزش‌ها با هیچ وجود نداره. دوتر طالب است که با تمام قدرت، با تمام قوت در برابر این ارزش‌ها قرار داد، و در این طرف جبهه مقاومت ملی است که از این ارزش‌ها پاسداری میکنه. حالا در اینمی که یک وضعیت، خب از یک طرف بدون شک ای مبارزه به خاطر اینمی کشور است، به خاطر اینمی جغرافیا است، به خاطر اینمی افغانستان است، اما وقتی که اینمی جریان پیروز میشن، اینمی ارزش‌ها در جامعه دوباره به اصطلاح حاکم میشن، خود به خود تبعات عظیم برای کشورهای منطقه، برای کشورهای جهان، برای مردمان جهان تبعات مثبت با فیت خواهد بود. در حالی که بقا و دوام نظام طالبان برای کشورهای منطقه و برای کشورها و مردم منفی و مضر خواهد بود، هم از لحاظ ازی که افکار و اندیشه‌های افراطی از اینجا گسترش پیدا میکنه و به دنیا صادر میشه، و هم از لحاظ ازی که گروه های توریستی همین حق نو در افغانستان
خانه های امن خیش را دارن، قرارگاه و پایگاه های خود را دارن و از این در صدد برنامه ریزی برای ضربه زدن اهداف و جاهای یا مناطق یا شهرهای یا کشورهای دیگه نقاط دنیا هستند. بنابراین به دلیل امی دو ملحوظ، بود داخلی و بود خارجیش، من فکر میکنم که مبارزه جبهه مقاومت یک مبارزه مشروع است. و اما در قسمت دوم پرسش شما که چرا هنوز این همسویی ایجاد نشدن، ما به خاطر میارم که در یکی از خصوصین صحبت هایی که ما پس از قوت افغانستان با یک جمعی از دوستان با جناب احمد مسعود داشتیم، اونا یک نکته خیلی جالب را در اون صحبت در همون زمان حدود یک سال چند ماه قبل بیان کردن و گفتن که پالیسی خارجی ما یا همون سیاست خارجی ما بر بنای تعریف منافع مشترک کشورهای منطقه و جهان است. یعنی ما کوشش میکنیم که با کشورهای منطقه و جهان منافع مشترک خیش را تعریف کنیم و بنابراین اونا را وادار بسازیم که از جبهه مقاومت به خاطر منافع مشترکی که وجود داره حمایت کنن. فکر میکنم که تا اکنون طالبان در قسمت سیاست خارجیشان پالیسی خیلی زرنگانه را در پیش گرفتن. شما اگه مثلا طالبان همین دوران با طالبان دور اول مقایسه کنین، با مثلا پیش من نوارهای ویدیو و فیلم ها و اینا طالبان دور اول است که خبرنگارا وقتی که با اونا مصاحبه میکنه، خبرنگاران خارجی چون در روز خبرنگار داخلی وجود نداشت که با طالب مصاحبه کنم، اینا با صراحت وقتی که مثلا طالب از در سالنگ، طالب از مثلا در جبل، طالب از مثلا در مزار شریف، طالب از مثلا در کندوز ازش که پرسان کنم که خب هدف شما یک هدف بعدی ما آسیای میانه است، ما میریم تاجیکستان، ما میریم ازبکستان، ما از اونجا میریم مثلا قفقاز و چچن و تا روسیه، با صراحت افراد طالبایی بیان میکرد و این افراد عادی هم نیست، مثلا فرماندهانشان کسانی که به اصطلاح از ازمو پالیسی های کلان این گروه آگاه بودند. به همین ترتیب رهبران از اینا هم هیچ وقت پنهان نمی کردن که مثلا اینا در صدد صدور این می اندیشه طالبانی به آسیای میانه و از آنجا به هر جای دیگه از دنیا که دستشان برسه هستند. به همین ترتیب آنها روش خیلی خشن در برای پیروان مذهب تشیع در افغانستان در پیش گرفته بودند، دیپلمات های ایرانی را در مزار شریف کشتن، به قتل رساندن. تمام اینی حوادث باعث شد که کشورهای منطقه، خب البته بازم به استثنای پاکستان و مثلا کشورهای مانند ترکمنستان و ازبکستان که تقریبا موقف بی‌طرفی داشتند، کشورهای مانند هند، تاجیکستان، ایران و بعدا در یکی دو سال بعد فدرات اینا متوجه شوند که خب اگر ما از این جبهه مقاومت حمایت نکنیم که یگانه نیروی است که برابر طالب میگن افغانستان، مجبور خواهیم بود که با طالب در داخل جغرافیا در داخل خاک خود بجنگیم. در این دور مقاومت طالب ها اینمی خصوصیت خود را بشد دانستن که پنهان کنن. ما و شما در را قامات رسمی چی که حتی افراد عادی طالبان نکته ای را پیدا نمی کنیم که مثلا حساسیت کشورهای منطقه را نکیزن. حالا شما فکر کنید مثلا اگر ایران بخواه با طالبان مخالفت کنه، خب این باید یک دلیل توجیه داشته باشه، نمیتونه بگه که من با تو مخالف هستم به خاطر اینکه تو را خوش ندارم، قوارت خوشم نمیاد، یک دلیل توجیهی باید باشه. مثلا بمونه روسیه اگر مخالفت بکنه باید یک دلیل یک دستاویزی داشته باشه. همین ترتیب کشورهای مثل هند، مثل مثلا کشورهای آسیای میانه دیگران، اما هنوز اینمی دستاویز به دست نیامده. هنوز هم با مهارت تانستن که اونمون نیات اصلی خود را پنهان کنن. دو جهزی که کشورها این مسائل را میدانن، حالا ما مطمئن هستن که مثلا هند میدانن که طالب یک بیانی است که در خدمت منافع پاکستان در منطقه قرار دارن، اما تا زمانی که اینمی به اصطلاح وضعیت طالب یا اینمی در خدمت منافع پاکستان قرار داشتن، طالب در منطقه به منافع هند به صورت بالقوه ضربه وارد نکنه و این دمو به صورت بالفعل ضربه بخشین بالفعل ضربه وارد نکنه، بیا نوز در امارات و اصلا یک ضربه پنهان کی باشه، هند نمیتونه که مثلا علم مخالفت با طالب را برداره چون نمیخواه برای خود یک مشکل دیگری ایجاد کنه. بنابر اینمی که یک وسیط خاصی که در منطقه به وجود آمده، هنوز اونو به اصلا اجماع کلی در برابر
برای حمایت از جبهه مقاومت، بخصوص در کشورهایی که ما با اونها مثلا اشتراکات تاریخی فراوانی داریم، هنوز این همسویی به وجود نامده. اما حوادث از نظر من حوادث به جانب روان است که دیر یا زود ما شاهد اینینی همسویی خواهیم بود، دیر یا زود ما شاهد خواهیم بود که کشورهای من، حداقل تعدادی از کشورهای منطقه جهان، از جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان به حمایت فعالانه روی گیرند.